سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که در جریان هستی، چند روز گذشته یکی از بازیگران جوان کشورمون رضا داوود نژاد رو متاسفانه از دست دادیم. اما دقایق پیش پدر رضا داوود نژاد، علی رضا داوود نژاد، ویدیویی رو در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرده که فوق‌العاده ویدیوی غمناکی هستش و نشون میده که چطور غزل بدیعی همسر رضا داوود نژاد بر بالین به قول معروف رضا داوود نژاد هستش و در آخرین لحظات زندگی رضا داوود نژاد داره باهاش صحبت میکنه و انرژی میده. بسیار بسیار این ویدیو غمناک هستش و طبیعتا اگر پدر رضا داوود نژاد این ویدیو رو منتشر نمیکرد، ما هم در این کانال این ویدیو رو انتشار نمیدادیم، چون به هر حال ویدیو خصوصی هستش که بین رضا داوود نژاد و همسرش در آخرین لحظه ها بوده و میگم اگر پدرش همچین ویدیو منتشر نمی کرد، ما هم منتشر نمی کردیم. با دیدن این ویدیو که در چند ساعت گذشته بسیار بسیار وایرال شده و داره دست به دست میشه، نشون میده که غزل بدیعی چقدر عاشقانه رضا داوود نژاد رو دوست داشته و نشون میده که یک همسر عاشق و وفادار بوده و در طول این چند سال گذشته که رضا داوود نژاد با بیماری دست و پنجه نرم میکرده، چطور همسرش عاشقانه دوستش داشته و کمکش میکرده به قول معروف تا انرژی بگیره و سرحال باشه و بتونه که به زندگی ادامه بده. کما اینکه این اتفاق نهایتا نیفتاد و رضا داوود نژاد رو چند روز گذشته در کمال ناباوری و در سن 44 سالگی از دست دادیم. اما در کنار این ماجرا، دیروز مراسم خاکسپاری رضا داوود نژاد بودش و طبق معمول بسیاری از هموطنان شرکت کرده بودند در این مراسم. نکته ای که در چند مراسم قدیم مثل مراسم داریوش مهرجویی و یا کیومرث پوراحمد اتفاق افتاده بود، متاسفانه هنوز بسیاری از افراد هستند که در این مراسم ها شرکت میکنند، نه به خاطر اینکه بخوان عرض تسلیت بکنن به اون خانواده عزادار، بلکه میخوان بیان خودشون نشون بدن و یا اینکه بخوان افراد معروف اونجا ببینن و باشون عکس و امضا بگیرن. کما اینکه در مراسم خاکسپاری رضا داوود نژاد هم همچین اتفاقی افتاده و به جای اینکه شما به این مراسمی شرکت میکنید و بخواید که روحیه بدید به اون خانواده عزادار و داغدار، افرادی شرکت کردند دیروز و فقط در حال عکس گرفتن با هنرمندان خودشون بودن و این نکته ای بودش که خانواده رضا داوود نژاد هم اذیت کرده بود. از طرفی ویدیویی دیدیم از برادر کوچیک رضا داوود نژاد که بسیار سراسیمه هستش و بسیار حالت روحی و روانی بدی داره و نمیشه هیچ وقت آدم خودشو در نظر بگیره که اون خانواده یا اون برادر در چه سوحالی هستن تا زمانی که خدای نکرده برای شما یا افراد دورتون اتفاق نیفته، متوجه نمیشید که در اون حالت چه استرسی دارن و تو چه شوک بزرگی هستن. با این حال میگم باز خیلی ها این حال و احوال رو درک نمی کنن، متوجه نمیشن که یک خانواده ای یک عزیزی و یک جوون 44 ساله ای از دست داده و در حین اجرای برگزاری مراسم خاکسپاری رضا داوود نژاد، این مسئله که خیلی ها میرفتن به هنرمندان میخواستن عکس بگیرن و امضا بگیرن ناراحت کننده بود و یه طورایی نشانگر فرهنگ پایین یک سری از افراد جامعه هستش. از مراسم خاکسپاری رضا داوود نژاد فیلم های مختلفی پخش شده در اینستاگرام، در یوتیوب، البته دو تا ویدیو هم خودم در کانال خودم در این مورد گذاشتم. بسیار صحنه‌های غمگینی هستش. ما همیشه رضا داوود نژاد رو یک پسر به قول معروف جوون پر انرژی توپولی خندون میدیدیم، اما متاسفانه در حال حاضر در میان ما نیستش و همونطور که در صحنه ها میبینید پدر گرامی ایشون بسیار بسیار بهت زده و شوک هستش و داغ بزرگی رو به قول معروف دارن تجربه میکنن. همونطور که رضا داوود نژاد در مصاحبه قدیم خودش گفته بود، میگفتش که پدرم همیشه گفته که هیچ وقت دوست ندارم که تو زودتر از من دنیا رو ترک بکنی. در کنار این داستان ها، ویدیویی که پدر رضا داوود نژاد منتشر کرده که در بیمارستان هستن،
خیلی دوست دارم که خیلی ها این ویدیو رو با عمق بیشتری بهش نگاه بکنن، چون که خب در چند ساعت گذشته کامنت های خیلی زیاد این ویدیو گرفته و خیلی ها غمگین هستن از این داستان که آخرین لحظه زندگی رضا داوود نژاد رو دارن میبینن. اما اگه بخواید به عمق داستان نگاه بکنید، باید اینو در نظر بگیرید که زندگی همینه برای اون کسی که 44 سالش باشه، یا اون بچه 6 ساله، یا بچه 20 ساله، یا پیرمرد 90 ساله. هیچکس از فردای خودش خبر نداره، پس یه خورده زندگی رو به قول معروف شلتر بگیرید، یه خورده سعی بکنید که تو روابطتون با افراد مختلف دقت بیشتری داشته باشید، چون آخر عاقبت به قول معروف همه ماها همون یه وجب خاکی هستش که حالا دیر یا زود نوبت هممون خواهد شد. یه دست مریضه باید بگیم به غزل بدیعی همسر رضا داوود نژاد که در طول این سالهای گذشته با سختی های مختلف، با کار نکردن های رضا به خاطر بیماریش، دست به دست شوهرش داد و کمکش کرد و تمام تلاش خودش کرد که بتونه که رضا رو از این بیماری نجات بده. اما متاسفانه رضا داوود نژاد از این دو چند روز گذشته از دست دادیم. کانال سابسکرایب داشته باشید، جدیدترین خبرها و حواشی هنرمندا رو در همین کانال براتون آپلود میکنم.